رازها و نیازها بفرمایید. الو بفرمایید خانم. دوست از شما دکتر. خواهش کنم بفرمایید. من میخواستم نظر شما رو در مورد این تفکیک جنسیتی که تو دانشگاه ها میخوان انجام بدن رو بدونم و اینکه آیا این کاری که میخوان انجام بدن مشکلی رو حل میکنه یا مشکلات جدیدی رو به وجود میاره، و اینکه از لحاظ جامعه شناسی وقتی که این کار رو انجام میدن این همه اصرار دارن واسه جدایی دو تا جنس، چه لطمه‌ای به ارتباط بین آدم ها تو دراز مدت میتونه پیش بیادش و میتونه خدشه‌دار بکنه ارتباط زن و مرد رو در دراز مدت؟ ببینید عزیز، آخه ماجرا این است که اینکه من و شما در این گونه موارد نظر و عقیده‌ای داشته باشیم، دو سه تا مطلب رو یا چند تا مطلب اگر در ذهن داشته باشیم مقدار جواب مشخصه، حالا به عواقبش یا پیامداش هم خواهم رسید. اول اینکه آیا واقعا ما باورمون بر این است که زن و مرد دو تا موجودی هستند شبیه و مانند و پسر و دختر من یکی هستند، یا دو تا موجود متفاوتند؟ این امتیاز رو اگر زن یا مرد داره کجاست؟ مطالعات علمی من و شما نشون میده که زن و مرد با هم متمایز هستند، اما امتیازی کسی بر دیگری نداره یا ممتاز نیستند، و به بیان و زبان دیگه برتری در هر کدام نیست. تازه اگرم یه ذره تفاوت‌های جزئی رو چه در جهت حس و احساس و تخیل و تصور و تفکر و اینها به حساب بیاریم، در بیشتر موارد دختر بچه از پسر بچه در شکم مادر در وقت تولد و تا مدت‌ها جلوتر، به دلیل شرایط اجتماعی و جامعه‌ای که داریم و بعد به دلیل توانایی فیزیکی و یا بدنی که تقریبا تنها امتیاز مرد هست، اونم امتیازی است که ای بسا در دنیای امروز که فقط 2% نیروی انرژی از طریق نیروی بازو میاد که تقریبا میشه هیچ، اون چیزی که مطرح میشه این است که امتیاز اگر هست با مرد است، با زن است نه با مرد. این شماره یک. دوم این که مهم این است که اصلا برفرض که یک کسی از یک کسی کمی بهتر یا برتر باشه در هر زمینه ای، آیا شما به عنوان یک انسان که اساس کار رو بر عدالت و محبت میگیرید در جهت کم کردن این تفاوت ها نباید حرکت کنید؟ یعنی اگر من دیدم که فرزند شما بهره هوشیش چنین است و فرزند من بهره هوشی کمتری داره، آیا ما نباید بچه فرزند من رو هم به خاطر فرزند شما کمکش کنیم که بتونه از راه‌های دیگری کمبود هوشش رو به نوعی جبران کنه و در نتیجه وضع حالی پیدا کنه که هم برای خودش هم برای دیگران بهتر باشه؟ اصلا برفرض که این تفاوت رو طبیعی بگیریم که عرض کردم نیست. سوم مسئله‌ای که در این زمینه وجود داره، شما به زن و مرد به عنوان چی نگاه می‌کنید؟ آیا به زن و مرد به عنوان انسان نگاه می‌کنید یا به زن و مرد به عنوان مردی که مقامی داره و زنی که کالایی داره که مورد استفاده مرد قرار میگیره، که مسئله جنسیت؟ وقتی شما موضوع رو این گونه نگاه میکنید و بنابراین فرض شما بر این است که زن یک کالاست، یه شیئه، و به همین جهت است که حتی مورد خرید و فروش قرار گرفته و میگیره و هنوز اون نگاه رو دارید، خب بسیار طبیعی است که شما فکر میکنید این کالاها کنار هم باید باشن یا نباشن، و بعدم فکر میکنید این کالا مالکش کیه. هدفی که در این زمینه وجود داره این است که افرادی که توانایی دارن، که البته این توانایی بیشتر توانایی قدرت و ثروت هست، بتونن از این کالا که زنها هست بیشتر داشته باشن، همطور که سیستم چند زنی رو به وجود آورده، و در نتیجه موضوع و مطلبی که مطرح میشه، خب معلومه که من همونطور که اتومبیلمو در گاراژ خونم میگذارم که آسیب نبینه یا اون رو کسی بر نداره یا حداقل تا حدی که ممکنه مواظبش هستم درشو قفل میکنم، خب من قراره یه چنین کاری رو انجام بدم. بنابراین نگاه کنید به اون پشتوانه ذهنی که در این زمینه وجود داره. خب وقتی که من به زن و به مرد و به رابطه این گونه نگاه میکنم، بسیار عادی و طبیعی است که خب اون برداشت‌ها رو داشته باشم. اگر شما دخترتون رو، خواهرتون رو، مادرتون رو کالا می‌بینید، شی می‌بینید، کالای مصرفی می‌بینید،
خب اون یه نگاه دیگری است که اگر این رو دارید معلومه که این کالا رو یه جوری با تو یخچال گذاشت که فرض کنید به خاطر درجه حرارت فاسد نشه و خراب نشه، اگر خیلی با ارزشه توی گاف صندوق گذاشت درش رو بست، و این اون کاریست که به نظر من در صورت میگیره. بنابراین ماجرا رو به اون انگیزه و علت و ریشه این تفکر باید مرتبط کرد که متاسفانه مطالعات جامعه شناسی و مردم شناسی دقیقا نشون میده چه خبر بوده. جوامع اولیه که به صورت گروه و کلان و قبیله بودند، اینا و مالکیت خصوصی هم به اون صورت نبوده، همه چیز متعلق به همه بوده، کسی در درون قبیله ازدواج نمی کرده، با گروه های دیگه ازدواج می کردن و در بعدم خانواده ها معمولا مادر تباری و مادر بومی بودن، به این معنا که پسر می رفته به خانواده دختر، یعنی در محل قبیله دختر، اولا از یه طرف محل زندگیشون محل زندگی دختر بوده، دوم تبار و فامیل دختر مهمتر از تبار و فامیل پدر بودن، یعنی دایی مهمتر از عمو بوده، خاله مهمتر از عمه بوده، و در نتیجه تکلیف کارم بسیار روشن بوده، یعنی این افراد در رفت و آمدشون یه نوع اصل برابری رو داشتن، علتش هم بوده که همه درگیر کار و فعالیت بودن و یه مقدار آنچه که به دست می آوردن مشترک بوده. وقتی که از حدود 5-6 هزار سال قبل در بسیاری از جوامع مسئله اضافه تولید به وجود میاد و راههایی برای اندوختن فراهم میشه، زمینه ای رو فراهم میکنه برای مالکیت خصوصی، این مالکیت خصوصی که اشیا رو در بر میگیره زنان رو هم در بر میگیره، و بنابراین مردان به دلیل اینکه تحرک بیشتری داشتن و زن که حامله میشده برای که راه جلوگیری نداشته و بچه دار میشده و بچهش هم باید خودش ازش مراقبت میکرده، زن رو در خانه مینشانده و بنابراین مرد بوده که میرفته. پس بنابراین هم مرد قدرت بیشتر بدنی و فیزیکی داشته افزون میکرده، هم امکانات مالی رو در اختیار داشته و در حقیقت توانایی تغذیه رو داشته، یعنی خرجی میتونسته به قول معروف بده. زن هم که به دلیل پایبند شدنش به بچه و خانه در یه چنین جوامعی ناچار مینشسته، اولا باید پنهانش میکردن، تو قارها نگرش کردن. علت این که الان زن بیشتر و دقیقتر میتونه ببینه، حس کنه، احساس کنه، برای که در پنهان، در انزوا، در تاریکی با زندگی میکرده، در ارتباط با فرزندی بوده که توانایی یا نوزادی بوده که توانایی گفتگو نداشته، بنابراین باید حس و احساس رو بیشتر در خودش رشد و تقویت میداده. و مردی که در 99 درصد تاریخش به عنوان جنگجو و شکارچی بوده و حالا هم بیرون رفته به دنبال کسب درآمد، معلومه که کلیتر و به کلیات توجه میکنه، و اینه که حتی به مقدار زیادی حتی تفاوتهایی رو در زن و مرد به دلیل سالها و سالها تا حدودی موجب شده. حالا شما در یه چنین وضعیت و شرایطی زن رو تبدیل میکنید به یه کالایی که باید خریدش، و این ابتدا به صورت بردهداری بوده، بعدا به صورت همسری و چند همسری در اومده، و تازه هنوز به دلایل مختلف مرد توانایی اینو داشته که با زنهای مختلف متفاوتی در ارتباط باشه، چون خیانت فقط از آن زنی بوده که ملک مردی است، و تازه این زن هست که باید از خودش به خاطر همسرش از خودش مواظبت و مراقبت کنه، برای که یه کالایی است مال یک کس دیگری. و اصلا احکامی هم که در این زمینه وجود داره و باعث حیرت و تعجبه در این است که زن در حقیقت باید محافظ حقوق شوهرش یا مالکیت شوهرش باشه، و مقصود این نیست که مواظب خونه او یا اسباب او باشه، بلکه مواظب خودش باشه به خاطر شوهرش، و خودش رو برای او آراسته و به هر حال پیراسته بکنه. اینا اون چیزایی است که ما در طول تاریخ شنیدیم. حالا اگر ما در جهانی که زندگی میکنیم میخوایم برگردیم و مسئله مالکیت و شیء و مطرح کنیم و مسئله زن و مرد رو فقط مسئله جنسیت بدونیم، یعنی یه فرض ما بر این است که زن و مرد وقتی به هم رسیدن، این مرده که میره سراغ زن و میخواد او رو داشته باشه، و در نتیجه آنچه که شما در جامعه میبینید یه رابطه جنسی است، یعنی مسئله زن و مرد مسئله دو تا انسان نیست که دانششون، هنرشون، جهانبینیشون، خدمتشون، محبتشون، کمکشون، راهنماییشون، مواظبتشون، مراقبتشون، دلسوزیشون، پرستاریشون مطرح. اصلا ماجرا تنها برمیگره به رابطه جنسی، و در نتیجه حالا که مسئله فقط رابطه جنسی است، خب با تفکیک کرد. و همونطور که حتی توی امریکا هم شما وقتی دستشویی میرید، دستشویی زنان و مردانه در بیشتر جاها یا اکثریت موارد جداست، برای که اونجا معلومه یه مسائل خاصی در اونجا مطرح است که زن و مرد تفاوتشون خودشو نشون میده. اما
در بقیه زمینهای زندگی شما این تفکیک رو نمی کنید. ولی اگر من یه ذهنیتی دارم که زن رو به عنوان یه کالا و به عنوان یه جنس مصرفی می بینم، بسیار طبیعی است که باید به گونه ای او رو از خطراتی که داره دور کنم و شرایطی برای به وجود بیارم که در معرض این خطرم قرار نگیره. این افکار از اونجا میاد و تکلیف کار مشخص است که شما رابطه انسانی رو و روابط انسانی به کجا میرسونید. یه دلیل پیشرفت های جهان غرب ظرف 300-400 سال گذشته به خاطر پذیرفتن مقام و جایگاه زن بوده به عنوان یه انسان کنار مرد، و در حقیقت جهان و بشریت رو به صورت یه پرنده دیدن که دو بالش، یکی زن و مرده، و در نتیجه برابری و تا حدودی یک ثانیه اونها شرط سلامت این پرنده هست. ولی اگر شما آمدید ماجرا رو یک داستان یه طرفه‌ای کردید که ملک است و کالاست، که در عمل هم بوده، به طوری که شما وقتی مردان رو میکشتید زنان رو به اسارت میگرفتید، بچه‌ها رو هم عم از پسر و دختر به عنوان کنیز و غلام خودتون که مورد استفاده جنسی قرار میدادید در طول تاریخ بوده، دیگه چی رو برای من شما از نظر ذهنیت باقی میذاره؟ یعنی ما داریم برمیگردیم به یه نحوه تفکری که موضوع و مسئله اصلی و اساسیش این است که خواهر من و دختر من و مادر من، حالا همسر به کنار، اینا فقط کالا و شیان. و خب این چیزی است که افراد برای پدر و برای مادر و خواهر و دختر خودشون نمیپذیرند و نمیپسندند، اما برای دیگران میپذیرند. و در نتیجه منی که مادرم رو و خواهرم رو و دخترم رو عزیز و پاره ای از جان خودم و وجود خودم میدونم، ولی وقتی جمع زنان رو که همه خواهران و مادران و دختران هستن رو دور هم میبینم، حالا معتقد هستم که اونا کالا و شی هستن. و این تضاد و تناقض ذهنی است که مسئله اصلی و اساسی و گرفتاری است. و بنابراین شما در یه جامعه زندگی میکنید که اصولا نگاهش به انسان نگاه انسانی نیست، نه شأنی داره، نه مقامی داره، نه ارزشی داره، نه اهمیتی داره. زمینه و ذهنیتش هم برمیگرده به فریبکاری و دروغی که از آغاز خلقت بدون هیچ پایه و مایه به اون نسبت دادن، و گرفتاری هایی که ما در این مسیر تاریخ تکامل انسان داشتیم. به همین جهت است که من فکر میکنم شما انتظار فقط میتونید یه نگاه عجیب و غریب رو داشته باشید و یه فاجعه رو به هر شکل و فرمی که بخواید اون رو توصیفش بکنید. ولی خب کسانی هستن که اصلا ماجرای زندگی و زنده ها رو و ماجرای انسان رو در یه دنیای بسیار بسته و محدود خودشون میبینند و معلومه که در اون چارچوب همه گونه میشه به موضوع نگاه کرد. همین چیزی بوده که در گذشته چون دختر رو باعث عیب و ننگ و گرفتاری میدونستن، بسیاری حالا از کوه پرت میکردن، زنده به گور میکردن، از بیان میبردن. برای که اون نگاه، نگاه یک دارایی نبوده، بلکه نگاه یه بدهی و یه بدبختی بوده. و متاسفانه این داره به یه شکل و فرم دیگری خودش رو نشون میده، باعث بسیار بسیار تأسفه. من فکر نمی کنم که خیلی شما انتظار داشته باشید که مسائل ویژه و خاصی رو ازش بیرون بکشید. روزی که شما مثلا پای انسان‌ها رو گذاشتید تو اون چوبایی که توی چین می‌گذاشتن، یا ابزار دیگه‌ای که پاشون کوچیک بمونه و اینا همچنان حقیر بمونن و مورد استفاده قرار بگیرن، و نگاهتون به انسان به عنوان کالاست، به عنوان شیء، به عنوان یک حیوان بارکشه، به عنوان یک حیوان شیرده هست، به عنوان یک حیوانی است که برای شما میتونه فرزند بیاره که در حقیقت جانشین شما باشه، دیگه چی باقی میمونه از انسانیت؟ تمام مسائل اخلاقی و انسانی و برابری و همه اینا میره به دنبال خودش. این اون چیزیست که باید فهمیدش. و الا این که اصلا به کجا برسه، و اصلا تازه جوامعی که بیشتر این تفکیک‌ها رو قائل میشن، توشون فساد، توشون خیانت، توشون روابط جنسی نامناسب، خطرناک، بیمارگونه، بیماریزا بیشتر دیده میشه. در حالی که جوامعی که آمدن مسئله برابری پسر و دختر رو پذیرفتن و بچه ها از کودکی با هم هستن، این همه تفاوت و اختلاف و این همه اشکال و ایراد تو زندگی ها اصلا پیدا نمیشه. و در بلند مدت و حتی در کوتاه مدت در همه زمینه ها هم خوشحالترن، هم راحتترن، هم لذت بیشتری میبرن، هم لذت بیشتری میدن، هم رنج کمتری میبرن، هم رنج کمتری میدن. این مسائل به مقدار زیادی در بیشتر جوامع قدم های در مسیر پیشرفتشو برداشته. حالا اگر ما میخوایم عقب بریم یا برگردیم به چند هزار سال قبل، اون قصه دیگری است.
بعد دکتر منم من تو وقتی اینو شنیدم واقعا شوکه شدم، چون مثلا تصورش برام ممکن بود که بشه همچین مسائل رو باید در چارچوب یه مقدار در حقیقت قدرت و ثروت و سیاسی و اقتصادی مسئله وقتی ببینید به مقدار زیادی همش روشن میشه، گرفتاری ها اونجاست.